من فرامرز رشیدی هستم، به عنوان بخشدار وارد وزارت کشور شدم. در زمان بخشداری لواسانات آقای دکتر آموزگار، جمشید آموزگار، از وزارت دارایی به وزارت کشور آمدند. از اونجا من رئیس دفتر ایشون بودم، از اونجا به حزب رستاخیز رفتیم به عنوان رئیس دفتر دبیر کل حزب و پس از اون به نخست وزیری به عنوان معاون مدیر کل دفتر اختصاصی نخست وزیر تا روز آخر قبل از انقلاب انجام وظیفه کردم. موقعی که انقلاب شد شما کارمند عالی رتبه دولت بودین، این انقلاب چگونه زندگی شما رو تغییر داد؟ انقلاب که شد من رفتم عراق، تو استانداری عراق. خب خود استاندارش ردش از من پایین تر بود، هم تحصیلاتش هم رده شغلیش همه اینا، ولی خب توی اتاقی که 5 تا کارمند دیگه هم بودن، تا جایی که دیگه هم محیط اون شهر، هم خب خانوادم، خانومم و بچه هم تهران بودن، هنوز تو خیابون وزرا، چون اون زمان اجاره مون نخست وزیری میداد. 2 تا اتومبیل با راننده در اختیارم بود، یکی در اختیار خودم، یکی در اختیار خانواده. حالا اومده بودم تو عراق با اتومبیل پدرم رو قرض کرده بودم، چون اتومبیل شخصی هم نداشتم. شبا میرفتم بروجرد میخوابیدم خونه یکی از دوستان، برای که در عراق جا نداشتم. حقوقی که میدادن کفاف هتل گرفتن رو نمیداد در عراق. خب خیلی ببینید دیگه چقدر تفاوت داشت. من هر روز بعد از ظهر، 3 بعد از ظهر، این گردنه رو از عراق به طرف بروجرد میرفتم، شب میرسیدم بروجرد، خونه اون دوست میخوابیدم، خانوادهش از من پذیرایی میکردن، 6 صبح من رو بیدار میکردن، باز با اتومبیل پدرم برمیگشتن میومدم عراق به استانداری. 7-8 ماه این وضع ادامه داشت تا خسته کننده شد، واقعا خسته کننده شد. خب فرم لباس پوشیدنم تغییر کرد، فرم زندگیم تغییر کرد، از خانوادم دور بودم، بنابراین دیگه ادامه این وضع برام غیر ممکن شد. زندگی داخلی من به هم ریخت، بنابراین خواستم که از کشور خارج بشم. تقاضای تمدید پاسپورت کردم، پاسپورتم رو دادم، گفتن ممنوع خروجی. یه مدتی هم با این ممنوع خروجی سعی کردم سر کنم، ولی محیط رو بسته تر احساس کردم، بنابراین به کوه زدم و آمدم ترکیه و از ترکیه هم به فرانسه. بسیار خوشحالم از اینکه در فرانسه، در پاریس زندگی میکنم. با اینکه زندگی که در طی این 30 سال گذشته گذروندم بسیار دشوار بوده، اصلا اون چیزی نبوده که من فکر میکردم زندگی آینده‌ام باشه. برای اینکه اون روزی که من به کاخ احساسی نخست وزیر پا گذاشتم، از اونجا بود که سفیر می شدی، از اونجا بود که وزیر می شدی، از اونجا سکوی پرتاب بود اسمش، یعنی بچه های خود نخست وزیری کاخ احساسی رو می گفتن سکوی پرتاب. خب من اون رو دست دادم، یعنی خودم رو تا اونجا رسوندم، انقلاب شد، بنابراین بزرگترین شانس هم اونجا قطع شد. اینجا که اومدم به هر کاری در توی هتل کار کردم، کار ساختمونی کردم، چیزی که اصلا فکر نمی کردم یک روزی کمک زندگی من باشه و من از اون امرار معاش بکنم. اون ویولونی بود که من در 5 سالگی یاد گرفتم. الان من چندین شاگرد ویولون دارم، ویولون ایرانی تدریس میکنم و تصنیف خوانی. من فقط تنها 3 سال پیش تقاضای ناسیونالیته کردم که فرانسوی بشم به قول معروف. بله، توی اون مصاحبه اون آقایی که طرف من بود به من گفت چرا 30 سال پیش تقاضای ناسیونالیته نکردی؟ اون موقع که پناهنده هم بودی فوری بهت میدادن. گفتم برای اینکه هنوز دلم میخواست اسمم ایرانی باشه و یه روزی به مملکتم به عنوان همون ایرانی برگردم. گفت چرا حالا تقاضا دادی؟ گفتم حالا دیگه امیدم رو از دست دادم، حالا دیگه احساس نمی کنم که مملکتی دارم که بهش برگردم.